توی فیلم درشکچی غلام علی عاشق زینت و ساداته، ولی برادر زینت یعنی خاندایی مانع ازدواج اونو توی جوونی میشه. بعدها وقتی همسر غلام علی و شوهر زینت و سادات میمیرن، غلام علی یه بار دیگه مصممه که با زینت ازدواج کنه، اما این بار هم مانع بزرگی جلوی راهش وجود داره. فیلم درشکچی با بازی نصرت کریمی و شهلا ریاحی محصول سال 1350ه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. غلام علی خان، باز از این زهر ماریا به این بچه دادی؟ مرتضی دیگه بچه نیست، مرده. اگه مردی به این چیزاست میخوان 70 سال سیاه مرد نشه. مردی به این چیزا نیست که ننه، دلش هم خدمه کردم. بعد بابا ما عزاداریم، من اینه قول من خواهم تو خونمون عزاداری نیستی که عزادار نیستی که باش برو صداشون کن بگه مجلسو گرم کنن. من میرم صداشون میکنم. آره جینم برو بوده بابا. از این شب خیلی خوشم میاد زینت سر باشو بریم. چرا؟ چیزی؟ آخه من هر جا میرم این شعر رو میخونم. بینه جا بیای اومدن. این شعرش باب دل من بخش دیگه این شعر رو نخونه. ماما چیه؟ شوهر قلدره رو که یادم چه شوهر ننم دم به ساعت ایشون رو واسه ننم میخونه. بیا بریم فکر نه تو برو من باید خودت تنها باشم تو حالم سر جاش بیاد برو. یه چیزی دیگه بزنیم بابا بلند شو برو بیاری سود باش. یه رنگ دیگه بزنیم، یه چیزی دیگه بزنیم سود باش. یه رنگ گری خودت نیاری هم لادم بزن بلا ملی خان باید اجازه بدن. اجازه مام دست شما سلتون خواهد درسته خودت که چرا فنه میشی؟ ها مرتضا تو حرفی نداری که ها؟ والا نامرم چه میشه؟ نامرم این بیزون که رفیق جونجونی که ترتیب کار اینا رو خودم میدم سب که حالا سب شد باشی میدم باشی باشی خوش بروشی خوش برو خوش برو. آموزگاری به نام آقای خاوری به دختر صاحب خونه خود به اسم زری دل میبنده، اما پیش از اون که بتونه از اون خواستگاری کنه زری با مرد نااهلی ازدواج میکنه. زری بعد از طلاق سه بار دیگه با مردای دیگه ازدواج میکنه و هر بار طلاق میگیره. سالها بعد که هر دو پیر و شکسته شدن، خاوری زری رو توی بستر مرگ توی بیمارستان به عقد خود در میاره و زری لحظه بعد جان میسپاره. بخشایی از فیلم خواستگار رو با هم تماشا میکنیم. خب حالا اگه تو هم خوشت نمیاد شیش ماه صبر کن صاف میشه. خوشم نمیاد، من دارم دیوونه میشم زری. بهم بگو آبجی. تو زبونم نمیچرخه. آخه چرا نمیچرخه؟ من خیلی نامردم زری. تو چی داری میگی داشی؟ ای تو داشی که به من بگی، به من بگو نامرد. آخه چی شده؟ تابشو داری؟ تاب چیو؟ دهنت وا نمیمونه؟ نمیگی جلدن خالق عجب روزگاریه؟ آخه چرا باز بگم طوری نشده که؟ مصطب تو شک، تازه میگه طوری نشده، دیگه چی میخواستی بشه؟ نکنه زبونم لال کس و کارت مرده؟ باش که همه قوم خیشم دست جمعی میرفتن زیر آوار، کاری کردم که روی هرکی نامرد سیفید کردم. آخه دارا دیدی؟ شنفتی یکی خادرهای آبجیش بشه؟ مگه تو آبجی داری؟ بس تو چی هستی؟ نداشی؟ آره زری. به من نگو زری. زبونم نمیچاخه، تو بیچارتات خوراکم شده عرق. اینقدر این زهر ماریو سر نکش. اگه نبود داشت ساره هفت دفعه پوتونده بود. حالا چاره چیه؟ چند چاره؟ زری ما دیگه نباز همو ببینیم. خب اگه این چهارشه من حرفی ندارم. بله واسه شما آسونه، آخه دل تو یه جای دیگه بنده. نه والا گفتم که حساب خاطر خواهی نیست. آخه بگو چه گفتیه؟ حساب علاف کردن یه آدمی. این مرتی که یه عمر علاف منه به پای من نشسته، آخرش هم میترسم پسر از دنیا بره. نه من میرم بنده رو بود، میرم یه جهنمی، میرم یه جوری سرمو میکنم زیرا آب که آب از آب تکون نخوره. نداشی مایش یه درمت نکردن تو سر زیریه، بعدش هم چشم هم بذاری یه ها میبینی سیر جنازت دارم میگن لا اله الا الله. آی خدا تو نیاری ولی آورده. باور بدی خوبی از ما دیدی.
حلال اون کن. من حلالت میکنم داشتی گوشم اگه حتی بدینی نباشم. چه؟ یعنی تو میذاری من برم خودم رو سر به نیست بکنم؟ آخه من کاری از دستم برده میاد، من پابند یک کسی دیگه. چی؟ اون آخوانه مینکیه؟ اون بابا باس مونس از سوشی؟ اون وقت این هیکل لاکر در بر زیر خربار ها خاطره؟ تو بوده همیمونی داشتی آدم های خوب. فیلم سینمایی غزل به کارگردانی مسعود کیمیایی محصول سال 1355. دو برادر به نام حجت و زین العابدین قرقبان جنگلن و تو تنهایی زندگی میکنن. اونا متوجه میشن که چند نفر مخفیانه درختای جنگل رو قطع میکنن. روزی حجت به دنبال مهاجمان میره و با غزل به کلبه برمیگرده. زین العابدین به غزل دل میبنده و حجت هم متوجه میشه که گرفتار عشق غزل شده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بری ای برای شما که بمونین، غزل که رفتنیه. فیلم مرد هزار لبخند به کارگردانی سیامک یاسمی محصول سال 1350. حسن کبابی و دوستش اسمال تو قمار رقیبی ندارن. حسن کبابی دست از قمار کشیده و به کار تازه‌ای مشغول شده. از طرفی اسمال که از طریق قمار به پول زیادی رسیده با دختر مرد پولداری آشنا میشه. قصد اسمال فریب دختره، اما حسن کبابی که راننده پدر دختره مانع از فریب خوردن اون میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل بخور بوسه نخور، بوسه دل و خون میکنه، بند کن تند زده، بوسه رو بی نانجیب محصول سال 1351 با بازی منوچهر وثوق و پوری بناییه.
داستان راجب اشرف با بازی پوری بناییه که با پدر پیرش زندگی میکنه. قصاب محل اشرف رو اغفال میکنه و اشرف برای رفع مشکلاتش به معتمد محل روی میاره، اما اون هم قصد سوء استفاده ازش رو داره. اشرف بچه‌ای که قصد سختش رو داشته به دنیا میاره تا در نهایت احمد با بازی منوچهر وثوق از زندان آزاد میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. میگه چرت نیست خدا ها، دهنم نجسته ولی برات قسم میخورم به این قبله این موهای نازنین تو با دستای خودم کفن کردم تا شارگم میجنبه نوکری تا میکنم قلومی تا میکنم. بازم حرفی داریم؟ حرفی ندارم، ولی آخه شما که همه منو عقد نکردی. کفر منو در آوردی. من تو رو دوست دارم، خاطر تو میخوام، اینو تو میدونی، منم میدونم، پیر و پیغمبرم میدونم. ایشالا بعد ما سفر میام تو رو از بابات خواستگاری میکنم. بر بای خاک آقام تو بمیری به جون هرچی مرده یه عروسی وسط میگیرم که زیر بازدار که دختر روز حیده میمارم اینطور عروس نشده باشه. کاری میکنم که همه یه علمه ها چاشاک بمونم. قولم قبول داری؟ آره قبول دارم. دنیا رو قول مرد و کاکل مردونگی میچرخه. خودم نوکرتم. حالا دیگه پاشو پاشو بریم لبه روز کنم. پاشو بریم بیبریم همینجا. مگه چه شعب لما خیلی بیا دستا رو نکش. یه ناز نکنم که بیا بیا برم. بح بح بریم چقدر شاعرونم. بح بح باش خدا برگم. Thank you.